کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی. میرزا محمد هاشم، ملقب به ناظم الاسلام کرمانی، یکی از آزادی خواهان و فعالین سیاسی دوران ناصری است که خود از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها و حوادثی بود که نهایتاً منجر به ایجاد اولین مجلس ملی موسوم به مجلس مشروطه گردید. صفحه 34. تلگراف ثانی حضرت آیت الله میرزای شیرازی به حضور اعلی حضرت ناصرالدین شاه. به شرف عرض حضور اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله ملکه میرساند. سابقا دعاگو عریضه تلگرافن در باب مفاسد مداخله خارجه در داخله مملکت ایران به حضور مبارک عرض نموده بود. جوابی از جانب اولیای دولت قوی شوکت نقل نمودند که کاشف بود از آن که به مفاسد اجرای این امور حق التفات نفرمودند و چون اغماز از آن منافی رعایت حقوق اسلام بود، لحاظا ثانیاً به عرض حضور مبارک می رساند که مفاسد انفاذ این امور به مراتب اعظم از مفاسد صرف نظر از آنهاست. کدام مفسده با اختلال قوانین ملت و عدم استقلال سلطنت و تفرق کلیه رعیت و یأس آنها از مراهم ملوکانه برابری می کند؟ چگونه می شود که با وجود اینکه در قرون متداوله اولیای دین مبین و سلاطین مسلمین شکر الله و مساییهم آن همه اتلاف نفوس و بذل اموال خطیره در اعلای کلمه اسلام بفرمایند، امروزه به اندک فایده با ترقب ترتب مفسده از تمام اغماز نموده و کفره را بر وجوه معایش و تجارات آنها مسلط کرد تا بالاخره استرار با آنها مخالطه و مواده کنند و به خوف یا رغبت ذلت نوکری آنها را اختیار نمایند و کم کم بیشتر منکرات شایع و متظاهر شود و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام مختل و نظام گشته و خلق ایران به کفر قدیم خود برگردند.
البته شدت و استراب و وحشت رعیت و استنکاف علمای اعلام را در انفاذ این امور به عرض حضور مبارک نرسانیدند و بر دولت اقفال نمودند، زیرا که این امور قابل انفاذ نیست و نخواهد شد، هرچند منجر به اتلاف نفوس شود و الا از حزم خسروان معمول نبود. رضا دهند رعیت که فی الحقیقه خزانه آمره دولتند، بالمره از وجوه تجارت و مکاسب خود مسلوب الاختیار و مقهور کفار باشند. بدیهی است اولیای دولت قوی شوکت را از اجرای این امور جز ترقی دولت مقصدی در نظر نیست. بهتر آن بود که این رنج را در تربیت اتباع دولت قوی شوکت متحمل شوند، که هم سبب جمعیت قلوب رعیت و امیدواری آنها گردد و هم منافی با قوانین ملت و استقلال دولت نباشد. معمول از عنایات ملوکانه چنان است که عرایض صادقانه دعاگو را با تأمل ملحوظ نظر انور و در جمع قلوب رعیت بذل مرحمت فرمایید تا به کمال امیدواری و شکرگزاری مشغول دعاگویی دوام دولت جاوید مدت باشند. الامر الاقدس الاعلا مطاع. تاریخ وصول این تلگراف 4 شهر رجب 1309. صفحه 35. تلگراف آقایان علمای تهران حضور حضرت آیت الله میرزای شیرازی اعلی الله مقامه. خدمت سراسر سعادت بندگان جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمد حسن دام ظله العالی. امتیاز و اختصاصی که در مسئله دخانیات از جانب اولیای دولت ایران به فرنگی ها داده شده بود، به حکم اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله ملکه از کل ممالک محروسه ایران برداشته شد و کل اهالی ایران از زارع و کسبه و تجار و مالکین تنباکو و تنباکو فروش ها و غیره از امروز به بعد آسوده و مختارند که تنباکو و توتون و عموم اجناس آیده دخانیه خودشان را به هر کس و به هر قیمت و هر نحو که دلخواه آنها است بیع و شرا در ممالک محروسه ایران و بدون استثنا بنمایند. لذا لازم شد که تفصیل را به عرض حضور جناب مستطاب عالی برسانیم، که چون بنابر احترام تلگراف جناب عالی و بعض مذاکرات منسوبه به جناب عالی، اعلی حضرت اقدس شهریاری ماها را خواسته تحقیقات فرمودند که آیا این شهرت حکم منسوب به جناب عالی صحیح است یا خیر. به محض این که عرض شد صحیح است، فوراً جناب امین السلطان را مأمور فرمودند با دستورالعمل‌های مؤکده و زحمات زیاد این عمل را موقوف و انحصار را برداشته، خوب است که جناب مستطاب عالی در این موقع تشکر این توجه ملوکانه را تلگرافاً به عرض حضور همایونی برسانید. امضا محمد حسن آشتیانی، سید علی اکبر تفرشی، محمد رضا طباطبایی، فضل الله نوری، امام جمعه، 16 جمادی الاول 1309. پانویس: در اصل 1327 است، محققاً اشتباه شده. ادامه متن. صفحه 36. جواب تلگراف آقایان از میرزای شیرازی. خدمت آقایان عظام دارالخلافه ضاعف الله اقدامهم. بشارت رفع دخانیه موجب مزید تشکر و امیدواری و دعاگویی ذات اقدس همایون اعلی حضرت شاهنشاه خلد الله ملکه گردید. ان شاء الله به همت عاطفت ملوکانه دست خارجه بالمره از ایران کوتاه خواهد شد. محمد حسن الحسینی. تاریخ وصول تلگراف 30 شهر جمادی الاول 1309. پانویس: در اصل 2 شهر جمادی الاول.
ادامه متن. تلگراف حضرت مستطاب میرزای آشتیانی به حضرت آیت الله میرزای شیرازی اعلی الله مقامهما. به عرض بندگان حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای حاج میرزا محمد حسن دامزله میرساند عریضه تلگرافی شما تشکر از مراحم ملوکانه در باب رفع امتیاز که به توسط دعاگو به حضور مبارک بندگان اعلی حضرت اقدس شاهنشاه جمجاه اسلام پناه ظل الله تعالی خلد الله ملکه و دولته و ادام الله ظله العالی عرض شده بود. به عاکفان حضور مبارک به توسط حضرت مستطاب اسعد اشرف اجل افخم وزیر اعظم آقای امین السلطان دام اجلاله رسانده جواب را به توسط ایشان تحصیل کرده مخابره نمودم. معلوم است همواره در دعاگویی وجود مبارک بندگان اعلی حضرت اقدس ذل الله خلد الله ملکه که سبب قوام دین و دولت است اهتمام داشته و دارند که سایر علمای اعلام فضلا از رعیت و عوام اقتدا نمایند. و حضرت مستطاب اجل وزیر اعظم دام اجلاله کمال مسرت و اطمینان امتنان را از تفقدات حضرت عالی از تلگرافاتی که به دعاگو شده و از نظر ایشان گذشته دارند و مستدعی هستم که در مزان اجابت دعا از نظر حضرت عالی نروند. الداع المخلص محمد حسن الآشتیانی صفحه 37. تلگراف حضرت آیت الله میرزای شیرازی به جناب حجت الاسلام میرزای آشتیانی اعلی الله مقامهما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب مستطاب شریعت مدار افتخار المجتهدین العظام حجت الاسلام آقای میرزا محمد حسن سلمه الله تعم. تلگراف جنابالی در باب رفع امتیاز دخانیه و اعلان بر ترخیص استعمال به موجب نوشته احقر رسید. البته آنچه صلاح دانسته اید این ثواب است و من بعد هم من ای از استعمال چنانچه اعلان فرموده اید نیست. و الحق از مراحم ملوکانه که مایه قوام دین و دولت بود کمال امتنان و شکرگزاری دارم. تلگراف تشکری به حضور مبارک عرض کردم که انشاءالله به مرحمت جناب عالی خواهد رسید و از حسن اقدامات و اهتمامات جناب مستطاب عجل آقای امین السلطان دام اقباله العالی هم جناب عالی اظهار کمال امتنان احقر را خواهید فرمود. عریضه هم به حضور مبارک با جواب رقیمه جناب عجل زید اجلاله به صحابت جناب مستطاب عمدت الفضلاء و المحترمین حاج میرزا باقر واعظ اید الله و افاداته که برای اظهار شکر این نعمت به تهران معاودت نموده انشاءالله خواهد رسید. الاحقر محمد حسن الحسینی صفحه 37. تلگراف تشکر حضرت آیت الله میرزای شیرازی به حضور اعلی حضرت ناصرالدین شاه. بسم الله الرحمن الرحیم. به توسط جناب مستطاب شریعت مدار افتخار المجتهدین العظام حجت الاسلام آقا میرزا محمد حسن سلمه الله تعالی. به شرف عرض حضور اعلی حضرت اقدس شاهنشاه خلد الله ملکه می رساند. بشارت رفع اختصاص دخانیه بر حسب تلگرافات علمای اعلام دارالخلافه کسر الله و امثالهم موجب کمال شکرگزاری و امیدواری و سبب مزید دعاگویی گردید. بر اهالی مملکت لازم است به مرزبانی شاهنشاه اسلام پناه عز الله و نصره مباهات نمایند که با کمال استقلال و نهایت متابعت رعیت همین که محقق شد که این اختصاص منافی ملت و بر عموم رعیت شاق است محض اعلای کلمه ملت و رفاه عموم رعیت صرف توجه ملوکانه و همت خسروانه فرموده به استمداد از میامن الطاف امام زمان
عجل الله و فرجه ارواح و نافداه بالمره رفع همه مفاسد مترقبه را فرمودند و این سنت عادلانه را که واقعا موجب حفظ دین و دولت و مایه احیاء مساعی جمیله سلاطین شکر الله مساعیهم و سرمشق ملوک اعصار لاحقه در نشر عدل و ترفیه حال رعیت و محافظت حدود دولت و ملت و بست بساط امن و امان بود اجرا فرمودند تا دلیل فرط معدلت و رعیت پروری شاهنشاه اسلام پناه خلد الله ملکه باشد و این معنی سبب مزید تشکر کافه علما و عموم رعایا گردد. همواره از حضرت احدیت عز اسمه خواستارم که نعمت وجود سلطان عادل و پادشاه دین پرور را مستمر فرماید و ذل عواطف ملوکانه را بر مفارق مسلمین جاوید و پاینده دارد. الاحقر محمد حسن الحسینی. تاریخ وصول تلگراف شهر رجب المرجب 1309. صفحه 38. جواب تلگراف مزبور از طرف اعلی حضرت ناصرالدین شاه قاجار. جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج میرزا محمد حسن شیرازی سلمه الله تعالی، تلگراف نامه آن جناب متضمن تحسین القای عمل تنباکو و شکر نسخ قراردادی که موجب بعضی توهمات و شکایت‌ها شده بود ملحوظ افتاد. نیت پاک آن جناب در اصلاح اسلام و مسلمین و خیر دولت و دین معلوم است. البته از نظر حق آن جناب پوشیده نیست که حفظ صرفه و آسایش رعیت را فریضه ذمت خود شمرده و هرگز از این وظیفه اصلی غافل نمانده ایم. دعوات خیریه و توجهات مقدسه آن جناب را منتظریم. در هر مرحله به نیات ما مدد کند و آنچه مایه سعادت و سلامت این ملت است به خواست خدا تکمیل نماییم و انشاءالله به همت آن جناب مستطاب و اهتمام علمای اعلام اساس دین مبین محکم و این اخلاق و معارف که مزیت مسلمین در این است ترویج شود تا به اون و عنایت باری تعالی بتوانیم تکلیف واجب خود را ادا کنیم، باز از آن جناب التماس دعا داریم. تلگراف حضرت آیت الله میرزای شیرازی به حضرت آیت الله میرزای آشتیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سرکار شریعت مدار مجتهد الزمان ملاذ الانام حجت الاسلام آقا میرزا محمد حسن سلمه الله تعالی. سابقا تلگرافی در امر دخانیات و تعلیق اذن بر وصول خط شریف عرض شده، ولی فعلا محرمانه می نویسم که در اصلاح این امر حال که اولیای دولت قاهره اقدام دارند باید جناب عالی بر مکنون خیالات ایشان مطلع باشید و از کیفیت علاجی که در این باب متصدی می شود مستحضر شوید که معدی به فساد دیگری نباشند که در علاج او باز گرفتاری جدید برای دین و دولت دست بدهد و البته این آن سندی که دولت به فرنگی دادند مسترد خواهند داشت که دیگر اجانب امیدی در مملکت ایران نداشته باشند و یک سر مقتوع و رجا بشوند و باید از جانب دولت اطمینان کاملی به رعیت داده شود و فرمانی مستحکم در رفع ابدی این امر و مختاریت رعیت صادر شود که بر بیع و شرای دخانیات در داخله و حمل به خارجه مسلط و مختار باشند و از هر جهت قلوب رعیت را از وحشت و اضطراب بیاسایند و از وخامت عاقبت این کار مأمون شوند و با رفاهیت و آسایش مشغول دعاگویی و شکرگزاری ذات همایون شاهنشاه اسلامیان پناه اعز الله و نصرته باشند و تا تفصیل مطلب به همین وجه بر خود احقر به تصریح جنابالی معلوم نشود اذن نمیتوانم داد. حکم
به حرمت مستمر است و خوب است همین مطلب را به جناب مستطاب اجل آقای امین السلطان دام اقباله العالی در موقع مناسب مذاکره نموده مسئله را موافق صلاح دین و دولت فیصل بفرمایید. محمد حسن الحسینی، تاریخ وصول تلگراف 4 شهر رجب 1309. صفحه 39. صورت تلگراف امین السلطان به حکام ولایات ایران. به حکام ولایات عموماً بر حسب امر قدر قدرت اعلی حضرت اقدس همایون شاهنشاهی روح و نافدا ابلاغ می شود. بنا به مرحمت و رأفت همایون شاهنشاهی نسبت به عموم ممالک محروسه ایران، بعد از آن که معلوم شد که عمل انحصار تنباکو و مونوپول آن بر عموم اهالی قدری شاق است، از خاکپای اقدس همایونی مستدعی معافی و موقوفی آن شدند. برای آسایش خاطر عموم اهالی و رعایا و تکمیل مزید دعاگویی وجود مبارک، این انحصار و مونوپول در تمام ممالک محروسه ایران از امروز متروک و موقوف فرمودند و ضرر و خسارت کمپانی را از ممر دیگر معین و مقرر خواهند فرمود که به مرور به کمپانی پرداخته خواهد شد. از تاریخ این تلگراف بدانید و به عموم اهالی، علما، اعیان و تجار و غیرهم را اطلاع بدهید تنباکو و توتون و عموم اجناس دخانی خودشان را به هر کس و به هر قیمت و به هر نحو که میل دارند بیع و شرا نمایند. به مأمورین و کسان اداره دخانیه، اگرچه رئیس آنها یقینا اطلاع داده است، شما هم اطلاع بدهید که حکم از این قرار است و ضمناً به موجب امر همایونی روح و نافدا تأکید می شود مبادا نسبت به مأمورین آنها خلاف قاعده و خلاف احترامی حرکت بشود که موجب تنبیه و سیاست شدیدی خواهد شد. مردم هم خودشان را از این زحمت آسوده دانند و به دعاگویی وجود مسعود همایونی و شکرگزاری مراهم کامله همایون خسروانه بیفزایند و بعضی حرکات جاهلانه را به کلی موقوف نمایند و عرایض تشکرانه علمای اعلام را به خاک پای مبارک برسانند. 16 جمادی الاول 1309، امین السلطان، صفحه 40. تلگراف حاج حسن وکیل الدوله کرمانشاهی به توسط حاج عبدالرحیم. حضور مبارک بندگان حجت الاسلام آقای میرزا روحی فدا جسارت به عرض می نماید. علمای دارالخلافه سه طغرا تلگراف به حضور مبارک عرض کرده و به توسط جناب آقای ملک و تجار دارالخلافه که از اجلای اشخاص و دوستان فدوی است، استدعای بذل مرحمت و عنایت در صدور جواب کردند. مستدعی آن که از مرحمت جواب جناب معزیون اله و فدوی را قرین سرافرازی و افتخار فرمایید. فدوی حسن. تلگراف آقا میرزا حسن آشتیانی به حضرت آیت الله میرزای شیرازی. کرمانشاهان، بغداد. به توسط حاج عبدالرحیم وکیل الدوله. خدمت ملاذ الانام حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمد حسن دام عمره و مد ذله. عرضه می دارد که امتیاز دخانیات از داخل ایران و خارجه آن به کلی به همت ملوکانه خسروانه و تدبیرات کافیه از جانب سنی الجوانب اعلی حضرت اقدس شاهنشاه اسلام پناه خلد الله و ملکه و دولته به توسط حضرت مستطاب اجل اشرف وزیر اعظم آقای امین السلطان دام اجلاله و کفایت ایشان از بابت آسودگی عامه رعایا و احترام حکم شرع که منصوب به حضرت عالی شده در باب من از استعمال تنباکو و توتون رفع شده، هرچند سابق با
آفرین هم مطلب عرض شده بود، چون سربسته بود و فی الجمله اجمالی داشت، لحاظا مجدداً حاجت به عرض شد که صریحاً اذن کشیدن قلیان و غیره را داده و ضمناً اظهار دعاگویی از این مرحمت ملوکانه بفرمایید و خدمت حضرت اجل را هم در ملت و دولت منظور داشته باشید. اداء المخلص حسن آشتیانی. تلگراف آقا سید علی اکبر تفرشی، کرمانشاهان، بغداد، به توسط حاج عبدالرحیم وکیل الدوله. به شرف عرض حجت الاسلام آقای حاج میرزا محمد حسن ادام الله و افاظته میرساند که آنچه جناب شریعت مدار ملاذ الاسلام به عرض رسانیدن مطابق واقع می باشد. انشاء الله مرحمت فرموده تجویز شرب توتون و تشکر از مراهم ملوکانه خدیوانه خواهند فرمود. خادم شریعت مطهره علی اکبر حسینی تفرشی. تلگراف آقا شیخ فضل الله، کرمانشاهان، بغداد، به توسط حاج عبدالرحیم. خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین ادام الله تعالی ذله عرض می شود که چون سابقاً به حسب حکمی که از جانب مستطاب عالی سمت انتشار پذیرفت در نهی استعمال دخانیات، به مجرد استماع عامه مسلمین اطاعت نمودند و به کلی ترک کردند و فعلاً نیز متروک است. از آنجا که ذات اقدس همایون اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاه دین پناه ابد الله شوکته همواره به تبعیت قواعد دین مبین کمال اهتمام و بذل جهد می‌فرمایند، به توسط حضرت مستطاب اجل اشرف وزیر اعظم آقای امین السلطان و کفایت ایشان استدعای حضرت عالی و رعایت رعایای ممالک محروسه ایران رأفت و مرحمت فرمودند. امتیاز انحصاری که به خارج مرحمت شده بود موقوف و ید خارجه را از تصرفات دخانیات ایران در داخله و خارجه کوتاه و مصلوب الاختیار فرمودند و حسب الامر اقدس اعلانات شافی به عموم رعایا شد که با کمال امیدواری به مراحل ملوکانه به دعاگویی و کسب تجارت خود کماف سابق من غیر تفاوت باشند. و سابقاً به نحو اختصار تلگرافی دایر به تشکرات عرض شده بود. چون فعلاً رفع مانع به کلی شده و بالمره امتیاز را برداشته، امر به حد خود کماف سابق رسید. مستدعی از حضرت عالی آنکه به عبارت صریح واضح بعد از تشکر از مراهم ملوکانه اجازه بفرمایید که خلق مشغول استعمال دخانیات کماف سابق باشند و از مکاسب خود باز نمانند و مشغول به دعاگویی سلامت ذات اقدس همایون شاهنشاه دینپناه متع الله المسلمین به طول بقائه باشند و این عرائز صادقانه از احقر فضل الله نوری است به نشان و علامت تفویض وکالت مطلقه در امر مرحوم حاج محمد علی اصفهانی شهیر به تاجر شاهرودی. فوراً جواب لازم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ فضل الله نوری. صفحه 41. تلگراف آقای سید محمد رضا طباطبایی، کرمانشاه، بغداد، به توسط جناب وکیل الدوله دام مجدوه. خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمد حسن ادام الله و ذله عرضه می دارد. مسئله انحصار دخانیات همان قسم است که آقایان عظام سلمهم الله مشروحاً معروض داشتند. فی الحقیقه بندگان اقدس همایونی خلد الله و ملکه و سلطنته در آن مرحمت تمامی به عموم ملت ایران تفضل فرموده و کلیه این فقره صورت قدیم شد و حضرت اجل اشرف وزیر اعظم آقای امین السلطان دام اجلاله
لازمه جد و جهد را در رفع این کار به عمل آوردند. اکنون استدعای همه آن است که معجلاً اجازه استعمال تنباکو و توتون را مرحمت فرمایید که در تأخیر اجازه خدا نخواسته فسادی مترتب نشود. به احتمال اینکه جناب آقا سید محمد اخوی به سمت کربلا مشرف شده باشند مستقیما جسارت شد. اقل خدام اهل علم سید محمد رضا. صفحه 42. تلگراف آقا میرزا زین العابدین امام جمعه تهران بغداد به توسط حاج عبدالهادی تاجر استرآبادی. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا محمد حسن دام ظله العالی. در فقره دخانیات تفصیلی واقع گردید که عرضش حضور عالی لازم است. سواد دستخطی از حضرت عالی معروف گردید که این عبارت این است: بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کانه در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله علیه است. حرره الاحقر محمد حسن الحسینی. بعضی گفتند دست خط حضرت عالی این نیست، بعضی گفتند هست، چون نسبت به حضرت عالی داده شده بود. شاهنشاه اسلام پناه به جناب امین السلطان امر فرمودند امتیاز دخانیات به کلی موقوف و برداشته شود و به حالت اولیه رجوع گردد و به زحمت زیاد امتیاز و انحصار دخانیات را از خارجه و داخله برداشتند و دایی و سایر آقایان علما به شکرانه این مرحمت تلگرافی حضور حضرت عالی عرض نمودیم. جواب رسید چون تصریح نسبت به حلیت قلیان نشده بود بین عوام قائله مرتفع نشده است. حالا لازم شد تلگرافاً عرض کنم که چنانچه قلیان حرمت ابدی دارد تلگراف فرمایید که دیگر احدی قلیان نکشد و چنانچه اصلا حرمت نداشته و یا بعد از رفع علت و برداشتن امتیاز حرمت پیدا کرده نیز مفصلا تلگراف فرمایید که جمیعا اطاعت نموده و رفع تردید و فساد عوام بشود. تعلیقی که در حق جناب شریعت مآب آقای حاج سید علی اکبر سلمه الله تعالی فرموده بودید کتبا جواب عرض کرده ام. علاوه بر این تلگراف که می فرمایید جواب این عریضه را نیز کتبا دستخط مبارک به اذن و رخصت یا حرمت قلیان و منع مفسدین فرمایید که لازم است. امام جمعه. جواب مکتوبی که امام جمعه نوشته است چون محتوی بر مطالب تاریخی است در این مقام درج می نماییم. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.